حسن رشید العبایچی دبیر کل آستان مقدس حسینی علیه السلام در مراسم استقبال از دستندرکاران محفل‌های قرآنی ماه مبارک رمضان طی اظهاراتی خواستار حفظ حرمت و قدسیت شهر مقدس کربلا شد. وی در ادامه افزود: بنده از این منبر اعلام می‌دارم که باید جلوی هر گونه تعدی به قدسیت شهر مقدس کربلا گرفته شود و حرمت آن حفظ شود، زیرا پیکر مطهر حضرت امام حسین علیه السلام و برادر گرامیشان حضرت عباس علیه السلام و دیگر شهدای کربلا در این شهر مدفون شدند. او همچنین گفت: ما نباید شاهد فساد در شهر مقدس کربلا باشیم. همچنین محافل قرآنی مانند ماه مبارک رمضان جا دارد که در طول سال برگزار شود. از حدود 7 سال پیش دولت مرکزی چین بر رفتارها و اقدامهای ضد انسانی خود علیه اقلیت مسلمان اویغور در مناطق مسلمان نشین در غرب سرزمین پهناور چین افزوده و روز به روز بر دامنه این رفتارها افزوده می شود. سازمانها و نهادهای بین المللی هم طی این سالها همواره با انتشار گزارش‌هایی نسبت به این رفتارهای ضد بشری که گاهی به نسل‌کشی هم رسیده هشدار دادند. شاید بتوان گفت آخرین رفتار ضد اسلامی دولت چین علیه مسلمانان اویغور ماه مبارک رمضان امسال بود که آن را از روزه گرفتن منع کرد و هر کس روزه می گرفت را بازداشت و روانه زندان می کرد. بهانه دولت چین برای ممنوعیت روزه گرفتن را پایین آمدن کارایی مسلمانان مشغول در کارخانه های عظیم عنوان کرد. معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت شورای امنیت خواسته است تا چالش‌های کنونی افغانستان ارزیابی شود. معاون بخش حقوقی زنان دیدبان حقوق بشر گفت: شورای امنیت از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواسته تا ارزیابی‌هایی را به منظور جلوگیری از چالش‌های افغانستان انجام دهد. قابل ذکر است پس از تحولات اخیر در افغانستان، محدودیت‌هایی برای تحصیل کار دختران و زنان از سوی حاکمیت افغانستان ایجاد شده است که با وجود تأکید بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی و نهادهای جهانی مبنی بر رفع این محدودیت‌ها، تاکنون تغییر خاصی در وضعیت موجود دیده نشده و مقامات در کابل می‌گویند به دنبال زمینه‌سازی برای بازگشایی مدارس دخترانه هستند. سید عارف نصرالله مسئول روابط عمومی دفتر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا خواستار افزایش توسعه زیرساخت‌ها با هدف خدمت‌رسانی به زائران حسینی علیه السلام شد. وی در دیدار با تعدادی از میهمانانی که امروز دوشنبه در دفتر آیت الله العظمی شیرازی در شهر مقدس کربلا حضور یافته بودند، ضمن مطرح کردن این درخواست افزود: شهر مقدس کربلا به عنوان شهر سید الشهدا علیه السلام باید طوری توسعه یابد که به راحتی گنجایش پذیرش میلیون‌ها زائر را در مناسبت‌های مختلف داشته باشد. وی افزود: البته این طرح‌های توسعه‌ای باید به گونه‌ای باشد که میراث شهر مقدس کربلا به ویژه اماکن تاریخی حفظ شود تا نسل‌های آینده هم از آن بی‌بهره نباشند. روزنامه آلمانی ژنرال آنزرگیر با انتشار گزارشی از برگزاری اولین مجلس عزاداری شیعیان در آلمان بعد از 1 سال ممنوعیت خبر داد. این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت: از حدود 1 سال قبل برگزاری مراسم عزاداری و شعائر حسینی در خیابان‌های برخی شهرهای بزرگ آلمان ممنوع اعلام شد که بیشتر این مراسم توسط شیعیان پاکستانی مقیم آلمان برگزار می‌شد، اما اکنون یک بار دیگر برگزاری این مراسم آزاد شده است. این گزارش افزود: روز گذشته حدود 100 تن از شیعیان مقیم ایالت راین پس از گذشت حدود 1 سال برای اولین بار مراسم شعائر دینی خود را به طور آزادانه برگزار کردند.
خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد در درگیری با گروه تروریستی در حومه شمالی درعا یکی از نظامیان این کشور به شهادت رسید. 4 تروریست نیز در این عملیات کشته و زخمی شدند. سانا گزارش داد یگانه از نیروهای مسلح ارتش سوریه مستقل در شهرک الهاره در حومه شمالی درعا حمله گروه تروریستی را دفع کردند که در نتیجه آن یک نظامی به شهادت رسید. در این عملیات 2 تروریست به هلاکت رسیده و 2 تن دیگر از آنها نیز زخمی شدند. در بحبوحی بالا گرفتن درگیری‌ها در سودان 120 شهروند افغانستانی در آن کشور گرفتار شدند. در سایه عدم وجود راه حل‌های سیاسی برای بحران میان ارتش و نیروهای واکنش سریع به نظر می‌رسد اوضاع کشور خطرناک‌تر خواهد شد، به ویژه که کشورهای غربی و عربی در تلاش برای تخلیه سریع دیپلمات‌ها و اتباعشان از سودان هستند. گفتنیست با ورود جنگ داخلی در سودان به دومین هفته، هشدارها درباره وقوع فاجعه انسانی نیز در این کشور همچنان ادامه دارد. این در حالی است که نگرانی‌های زیادی درباره تمام شدن ذخایر مواد غذایی اساسی و موج مهاجرت به کشورهای همسایه به خصوص با تشدید درگیری‌های جاری نیز به وجود آمده است. در همین حال برخی از شبکه‌های اجتماعی ویدیوی خروج ده‌ها زندانی از زندان کبر در شمال سودان را منتشر کردند که عمر البشیر رئیس جمهور برکنار شده این کشور و معاون وی علی عثمان محمد طاها جزو آنان هستند. منابع رسانه‌ای و محلی از کشور هند خبر حمله هندوها به خانواده مسلمان به خاطر پختن گوشت گاو را منتشر کردند. در همین حال صفحات وابسته به مسلمانان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویر مربوط به حملات صورت گرفته توسط هندوها علیه این خانواده مسلمان را منتشر کرده و به طور گسترده دست به دست کردند. گفته می شود در پی وقوع این حمله پلیس هند وارد عمل شده و به جای بازداشت حمله کنندگان هندو 3 تن از اعضای این خانواده مسلمان را بازداشت و برای انجام بازجویی و تحقیقات با خود به مرکز پلیس منتقل کردند. قابل ذکر است میلیون ها مسلمان در هند در چند سال اخیر در حوادث مختلف و به بهانه های گوناگون مورد حمله هندوها و نیز نیروهای دولتی هند قرار گرفتند. زنی در انگلستان که بخشی از یک مطالعه تشخیص سرطان روده بزرگ با استفاده از هوش مصنوعی بود، پس از شناسایی بیماری و برداشته شدن آن با استفاده از جراحی، حالا از این بیماری نجات یافته و درمان شده است. در این مطالعه هوش مصنوعی بافتی را که به طور بالقوه نگران کننده بوده و ممکن است توسط چشم انسان نادیده گرفته شود، برای پزشکی که کولونوسکوپی را انجام می‌دهد نشان می‌دهد. کالین ریس مسئول اصلی این مطالعه این روش را پیشرو در جهان در زمینه بهبود تشخیص توصیف کرد و گفت که هوش مصنوعی احتمالاً به ابزار اصلی مورد استفاده پزشکی در سالهای آینده تبدیل خواهد شد.